سر کار باشیم. قسمی که در روی تامنیل دیدین و همچنان در تایتل ویدیو از ما دیدین، ما امشب اینجا با هم دیگه جمع شدیم تا یکم قصه کنیم، بگیم با کدام دلیل، با دلیلی که امشب شب اول چله است، با اصطلاح دیگه شب یلدا است دوستای عزیز، و همچنین نماد شب یلدا که تربوز و انار است. ما خود تربوز شب پیدا نتونستیم اما انار شب پیدا کردیم، اینه در وسط ماندگی است و شما را هم خوش آمدید بگیم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ای که ما امشب جمع شدیم آخرین شب پاییز را و صبحش که شروع اولین روز چله هستم که ایره شب یلدا هم میگن ایرانی ها و ما مردم کسی شب چله میگیم. طولانی ترین شب هستم، طولانی ترین شب یک سال، یک سال هستم دیگه. امشب ما اینجا ما سه نفر جمع شدیم که با هم دیگه مثل قدیم، گرچه مثل قدیم ورم خو نمیتونیم باشیم، نمیتونیم رقم تجلیل کنیم دیگه. در قدیما مردم یک کرسی داشتن دیگه، اما آدمایی که خیلی سنش بالایه نه، اونا با هم دیگه جمع شد با نواسا و اولادای خو یک جای شیشته قصه میکرد، افسانه هم گفتن دیگه، یک سری گپای دیگه دیگه. ما هم امشب جمع شدیم که امشب چله را با هم دیگه همراه شما یک جای تجلیل کنیم و شب خیلی طولانی هم است دیگه، امیدوارم که صبح شنه. بله، همچنان خوش آمدید میگیم. یک از کرکترهای موفق از ما که همیشه در دراما، اگرچه شما دیده دیگه دوست عزیز دروغ مگه اومدیم است دوستان، اما اون کس که میه مرا بیرام نه اینو اینی میه راست چهره میه خصوصا رونمایی نکنید دروغ مگه اومد نستم کدام خانم دیگه است بازور یک وقت ولیش من رونمایی منه. خب بر صورت دوستای عزیز، بیننده های عزیز مرزیه و مرتضی سلام، امیدوار هستم که هر جای هستین جور صحتمند باشین. تشکر از اینکه ما رو بیننده هستین و مخصوصاً که امشب ما در جمع اینا پیوستیم و قراره که امشب منم ببینین دیگه. خب ما امشب شب یلدا را گفتیم باش که گرد هم جمع شیم و کمی با هم صحبت بکنیم دیگه، ببینیم که در جریان برنامه مرتضی و مرضیه چی میگه دیگه. من در پلویشان. آره دوست عزیزی، برنامه را هیچ وقت میگم اینمی لحظه اول ویدیو هست، این برنامه را سایل که از دیست ندی و همچنان اگر تا بال چینل سبسکرایب نکدی اونو دکمه سبسکرایب رم بزن، زنگولش رم در روی همه قرار بدی تا از ویدیوهای جدید دیگه از من با خبر شوی. امشب هم از دست ندی بخاطر که ما در داخل ازی حالا مو چیزی که رواج است در یک شب یلدا مردم انجام میده، این قسمی که میبینین اینجا دیوان حافظ هم گذاشته است و فال حافظ هم داریم. تا آخر دیگه ما رو با حوصله مندی نگاه بکنین دیگه، همراه ما باشین. ای یک رسم است که سال یک دفعه دستا که فقط یک شوه دیگه در کلی جای اینمی تجلیل میشه دیگه، کلگی به مترقی خود خو همراه فامیل میشین یک جای تجلیل میشه. آره. و ما خوشحالیم که اینمی اولین یلدای است که ما همراه شما دوستای عزیز هستیم. اولین یلدا هست که ما با خانواده بالای 2000 نفر، بله یعنی 2000 تعداد هستیم. چاکلیت هم آوردنی دیگه، فکر کنم در یلدا ربط نداشته باشه دوست از اینا آوردن دیگه، دیگه چهار مغز آوردم و سنگ که میدم نیگوره نه آوردم دیگه. اینی هم تخمک خیره بشت میاریم،
در شهر یلدا کس که تربوز میاره خوال دوستاش ما خبرم که در کویچه تربوز مربوز پیدا نمیشه البته در کویچه شاید پیدا شد ما در می جایی که هزارتاون بگو میشه ما خود من اینجا کس بازم شاید هم در هزارتاون هم پیدا شد مثلا در این نقطه ای که ما زندگی بینیم ما دوستو سرک مری پالونی رو مورو بیم ندیدیم تربوز نه نیه در هزارتاون نیم در هزارتاون نیم تربوز دیگه اینمی امارو رو مرتضی آورده که ای هست دیگه در شبیه چلی از قدیم تا اینمی آره اینمی انار مال شبیه دایا انار و رنگ سرخ رسته می انار چرا انار استفاده نه مردم انار چرا تربوزن رنگ سرخ خلاصه استفاده رنگ سرخ حالا گرچن خود در مورد تاریخچه از منم ولی مطمئنیم یه حتمان یک دوستان دارم اینار سرخ فلسفه های کلان داره خب آره. اگه او فلسفه از نور مثلا مول بخوایم بررسی کنیم واقعتش ما فکر کنم که خیلی ویدیو طولانی میشه کم خسته کن میشه بر بیننده ولی در مجموع هر کدام از اینا یک داستان داره دزیج شاو سیب استفاده میشه داستان داره انار استفاده میشه داستان داره همچنان تربوز استفاده میشه و هم داستان خود خور داره دیگه ما اینا رو میخوایم مشمور دو پرسان کنم امی یلدا چی معنا داره یلدا تو که برزه امان کنم؟ نه بگم یلدا به معنای زایده شدن یا تولد شدن هسته که در کل به معنای درازترین یا مطولانی ترین شب یک سال هسته که ما با خزان خداحافظی مینیم و زمستان خوش آمدگویی مینیم خوش آمده دیگه اینوالی بیا مرا ددن پاییز بور موشم اونم لحظه سرش رو پیش کنم اون رو دیگه زمستوش رو ممکن ببخشی گرد تو رو قطع کنم ممکن شاید مثلا این مطالعه که ما کم بیشی که داشتون در مورد شبیه الله شاید مثلا درست نباشه شبیه الله شاید تو یک معنا نده باز بینینده های ما آره در کامنت بنویسیم دوستا آره دیگه مطمئنم که دوستا همه مفاهمن در مورد شبیه یک سوال دیگه مشمومون مقایات داشتین بگی نه نداشتین بلکه خود ما بگو اگر ما هم صحیح نگفتم دوستای از شما باز در کامنت بگیم چرا از این شب تجلیل بینم؟ چرا تجلیل بینم؟ خب یک فرهنگ دیگه یک فرهنگ بودن از مذهبای دم و آینایی که وجود داشتم که خورشید را میپرسته بودم به نظر از من یلدا یعنی خوشی یعنی شادی به خاطر امو هسته که از انار استفاده نمیمی انار ما کم هم تو داد ممنده که به معنای خوشی و خوشحالی بود یلدا و اینمی که از انار هم استفاده اونم در نمو دینی که اونا آفتاب را پرستش میکرده بودن اینمی انار یک جای گای خاص داشته بودن دوستان مرزی کم نزدیک شد در واقع از روزی که یک دین بوده به عنوان خورشید که میپرسه نه آفتاب پرست که بوده مردم دین زرتشت بوده یا نه زرتشت آتش پرست آتش بوده این دینی که خورشید پرستش میکنه باز امی اینیم شب طولانی ترین شب نه از سبا کسته از سبا شب مثلا تاریکی کم میشه روشنایی زیاد میشه یعنی روزا در روز یعنی هدف از اونها این بوده که بعد از این خورشید پیروز میشه اما پیروزی خورشید اینا جشن میگرفته بودن و خدمت از این تقریبا ما اگر از زیاد ما نرفته بشه دوستا شما بازی رو تایید بکنین که راست یا دروغ تقریبا خیلی قدیمی است 700 سال قبل از میلاد یا 7000 سال قبل از میلاد این جشن گرفته مشته بوده یعنی بسیار قدیمی است و ریشه ازی کم کم آمده بلی دینی زرتشت و دینی زرتشت هم که آمده مثلا ایران ایرانی ها بودن و بعد ایران هم دیگه شامل فارسی زبان ها میشه ما فارسی زبان ها کم کم از اونا کپی برداری کردیم البته چیزی که کمک ما مطالعه دارم باز دقیق شد دیگه دوستان میتونین نظر بدین و کامنت ها در اختیار شماست یه خوبی دیگه که شب یلدا داره من فکر میکنم مخصوصا در این سالهای اخیر یعنی هر چقدر که تکنولوژی پیشرفت کنه ما میبینیم که امی انسان ها
یک از یکدیگه خود دورتر بشنه. مثلا اینا در خانواده مثلا اینا کوچکترین اطفال از مو یک موبایل دارنه و اون مصروف هسته. همه گی مو شما با کمپیوتر با موبایل مصروفیم یا از روی مجبوریت که کار داریم یا که یعنی از روی به برنامگی هم هست اکثر اوقات ما زیاد به برنامه مصروف میشیم دو. یعنی مور از فامیل ما دور کده و این شب یعنی بسیار یک فرصت خوبیه که مثلا ما بتونیم یک مقدار میوه یا مثلا هر چیزی که بتونیم آماده بسازیم کنار فامیل خود جمع شیم، از گذشته ها قصه کنیم، از پلان هایی که داریم حتی قصه کنیم. یعنی خیلی خوب باشه. باورم که صندلی را گرم کنیم، صندلی هم گرم باشه، خیلی خوبه. در واقع این صندلی هم کس یک نماد از یل داسته، یعنی شروع چله، شروع چله. به خاطر ما هم دیگه صندلی گذاشتیم، چا گفتیم باش که امرا کم هم داره، حال و هوایش هم همون چیز باشه. زمستان یک خوبی داره یک بدی. بدیش یک خیلی هوا سرد میشه آدم یخ مونه، خوبیش یک شوا دراز میشه آدم خیلی میتونه خواب کنه. آدم هایی که خواب زیاد ندیگه اینمی میشه دیگه. خوب شب است برای خواب کردن دیگه تا صبح دیگه خوابش پرنگ شد. طولانی ترین خواب دنیا رو میتونین اینمی میشه انجام بدین. اکلام شرمیر نداریم در مورد یلدم. در مورد شب یلدا یک دکلمه حمیده دارم و نگفته نمونه که حمیده هم چینل به خصوص خود خورو داره که در اونجا خالص دکلمه مونه و به نام حمیده حسینی هسته. دیگه حمیده بفرما. تشکر. دوستان من دکلمه کردن کاری آسان نیسته و من چون دکلمه و شعرخوانی اینا رو خیلی دوست دارم، یعنی کوشش مونم که دکلمه کنم ولی دو حد نیوم که بتونم دکلمه کنم. مرا ما قبول داریم تو رو برو ببخشی نگه کمم بشرو برو. خب آخر پاییز شد، همه دم میزنن از شمردن جوجه ها. بشمار تعداد دلهایی را که به دست آورده ای. بشمار تعداد لبخندهایی که بر لب دوستانت نشانده ای. بشمار تعداد اشکهایی که از سر شوق و غم ریختی. فصل زردی بود، تو چقدر سبز بودی. جوجه ها را بعدا با هم میشماریم. خیلی عالی، عالی بود دوست عزیز. خیلی گپای خوب منیزی بود. مرزیه چند دانه لبخند در لبای همزه دوستامو خلق کده باشی؟ نمی جریانه امین سال نظر خود من قدم زو برنامه که مثلا یک دنشم درامه خیلی جالب ما بود. کدام درامه دحکم؟ درامه که آره دوستا خود چی فهم دیم کدام درامه بودن؟ آره باز ما این اینجا میذارم لینکش. امیدوارم که لبخند آورده تانسته باشم ما در لبای دوستا و بینید دوایی که ما رو دنبال من و این جای خیلی خوشحالی است که آدم بیتانه کسی را یک شخص را بخندانه. دیگه ای که چقدر دل به دیستا آوردیم دیگه معلوم است بالا یک 2000 دانه دل. 2000؟ تقریبا 500. این نیم شب که ما خودش مگم داریم تقریبا 2500 دانه دیل به دیست آوردیم. اگر دیل شما نگیرفتیم شما فعلا ششتا وقت را در پای ویدیو ما دقیقاً. حمیده جان خیلی عالی دکلمه کردی. دیگه مرضیه در این بخش میخواییم که بریم یک امور رسم قدیمی که وجود داره نه؟ فال بینی. فال از نظر سال دیگه سال تولد نه؟ آره نه یک تاله بینی است یک فال است. خب فال عرصه خورم میگیریم که چی رقم برمشن و نیتای خورم باید بگیم. نیتای خورم باید بگیم بعد از این که فال که ما خواندیم بعد باید نیت خورم بگیم. خب آره دیگه دوستان ما کتاب فال پیدا نتونستیم، فقط امور دیوان حافظ است. دیوان حافظ است دوستان چیز شد سخت خوندنم شدم از یک برمن از که نخونم رو خوبه. چیز دارم در داخل موبایل خوب که من باز فال گرفتم میخونم اینجا فال. اوی که قرار از سال از روی سال شما تشخیص بدین فال گفتی یا تاله؟ او تاله است. ما از امیالی میگم من تاله خورا نمیبینم. چرا که سال خانم ها که است یک رازم، ما نمیخوایم راز.
سال خوناک مطالعه تر باز میخوانیم اینجا. یعنی اگه سال خوناک میشوم راست کجا پیدا میکنم؟ دبوق راز نیه مک خبر داری دیگه. آره. پدرش خود ما کاتاش دو بچه ای کس داشت میگم. آره. مگم چی نمیخوایم که بینده حال بیشتر که ما چند سالی. خیره. خب گرفتن فار. یعنی ولی یک نیت کو دن وسط چیز کو کلید کو. ما یا مرزیا. اول تو بس مرزیا بس ما. نه اینو ولی مثلا نیت خورمان تو بلان بگم کلگی بیش نه. نه نه نیت خود دل خوب بگو اینجا فال تا خوب شمت بس نیت خوب بگو. فال دارم چک چی بگم. خب. باشه کم تخمه گم بخورم. فقط نیت کنم دست خسر فال بانم نه؟ خب برو بخواهم نیا خانم دارم خب تعبیر عمر خود را به بتالت میگذارنید بتالت چیه؟ بتالت؟ در آخر شما رو یعنی همون باطلی الله میگذارانید و وقتهای پرارزش جوانی را در پی چیزهای بیارزش هستید اگر قصد رسیدن به مدارج بالا دارید با بزرگان مشورت کرده و از تجربه اونها بهرمند شوید کمی ظاهربین هستید و همین باعث شده با دیدن ظاهر زندگی دیگران خود را بیارزش و کم بشمارید خودباوری خود را تقویت کنید به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد و شهرت شما همه جا میپیچد چطور بود؟ مبارک باشه شهرت زدن شرط دارم اول چی خرابی کرد؟ آخر شکم زدن خوب بود ما نیت خوب بگم؟ ما دوستا در مورد چینل خوب نیت کرده دیگم نه در مورد چینل از امیالی اگه اجازش میباشم یک گپ بزنم دوستا ما چینل خود تازه جور کردیم دیگه شما میتونین یک دفعه چینل سر بزنین تازه جور کردیم ویدیو زیادم نموندیم دیگه و قول میدم کسایی که فالوم نه حتما از این بود من فعالیت خود بیشتر میسازم یعنی اگه دوست داشتین میتونین سابسکرایب کنین نداشتین خب نمونین سابسکرایب موضوع این که ما چی نیت کرده بودم در مورد دانشگاه بود چون من خیلی دوست داشتم که فارغ شوم از دانشگاه و ایره تنها منه بلکه همه دوست داره که از دانشگاه فارغ شود دیگه من خودم یک ذره مشکل دارم در دانشگاه این خیلی مشکل دارم این کمه دیگه نه اونمو حل شود که بیتونم هم اسنادای خود بگیرم از امو خاطر نیت کردم که امو مشکلیم در دانشگاه حل میشه نمیشه چون در کابل دانشگاه میخواندیم بعد عالی اینجا آمدیم نه بخاطر دوری نه اکثر مشکلات دارم در دانشگاه گفته که بخاطر دیگران مثلا خود را اذیت نکن و کس حتما چی هستن؟ با موفقیت و شهرت موفقیت میرسید به شرطی که با بزرگا مشورت کنید من ازش با بزرگا دیگه با بزرگا مشورت کنید و موفقیت میرسید خب مرزیه برو با شما نیت خرخ دستان مولم چه ازش دوست سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش کن این شعرشه تعبیرش برای رسیدن به مراد دل باید شجاعت به خرج دهید و صداقت داشته باشید ریاکاری عاقبت خوبی نخواهد داشت به تازگی کار را شروع کرده اید و باید شک و دودلی را کنار بگذارید دست از ناامیدی بردارید زیرا سرانجام مراد دل حاصل خواهد شد قلبی پاک، خانواده خوب و زندگی مرفهی دارید سعی کنید زندگی خود را حفظ کرده و به بیراه کشیده نشید اسرار دل را برای غریبه و نامحرم فاش نکنید بله چی یک پندای خوب داد مرزیه را خوب چی قضیه خوب چی بتادم جی؟ گفتن ناامید نشو دست از ناامیدی بردارید زیرا سرانجام به مراد دل میرسید به مراد دل
میرسید بشر دیگه چی نباشی ریو کار نباشی گفت کلمه خدا گوش کنم کلمه خدا گوش کنم جدا از اون چیزا دستم ما نامید نیم دیدیلا نیم دیگه دومنم که اونم چیز که نیت کم موشم پیشتر اگه نیم چه خواهی ندیدیم پیشتر گفت مده بیننده های خون موگم آلی نمیخوای بگم بیننده ها خبره که ما چی میخواییم دوستا از کجا خبره مگه شما علم غیب دارید ما میخواییم که نیمی دوستای مامانم کسی حمایت کنه که ما دیگه نگویم در ویدیو که سابسکرایب کنید لطفا آره تو اونا رو پرموشت کنید آره دیگه نه کنید نه کنید نه سابسکرایب کنید نه کنید نه کنید منظور که امی چنل مروشت کنه نادیم کلانتر شنه دیگه یعنی بقدر میخواییم روزی باشه که ما یک میلیونی شیم هرچقدر که ما پیشرفت کنیم به اون اندازه فکر کنم که دوستان ما دادل خیلی نیتای خیر داریم ما اگه چینل ما روشت کنم ما خیلی کارامون چی کار مثلا؟ مثلا 10% که ما خیلی کارامون مثلا 10% درآمد چینل ما اختصاص میدیم برای آدمایی که نیازمند هستن ما همیشه از زنیمی رود مریکالونی که ترموشون یک دانه خاله هست در چی ششته؟ چی؟ در پیش آنشونی فروشی در پیش بهای بهای پیش بهای ششته ما هر بار که من از اونجا رد میشم اون خاله رو میگرم میگم خدایا خدایا چیکار کنم من توانایی ندارم من اگر توانایی میداشتم این خاله رو حتما از اینجا ما بلند کده داشت یک سرپناه میدادیم یک جای میدادیم که در این هوای سرد در سر زمین شخ اونجا نمیشیشت دیگه حالا یکان تو از دوستا شاید نشته کنه که خب کار خدایا خدا بندی خیر اختیارش در هر کار کرد نه خب او رقم نیه که او کار خدا بشه او اولاد داره شاید اولاد کلون کده بشه زحمت زیاد کشیده باشه زندگی سر آدم میاره این روزا سر هر کس میتونه بیاره هر کس میاره دیگه ما اگر توان داشته باشیم اولین کار که مونم دیگه اولا که دوامونم خاله تا که ما مثلا بتونم توانایی پیدا کنم که خاله را از او وضعی که داره حال نجات بدیم که نجات پیدا کنم و اگر نشدم تا زمانی که خود من توانایی پیدا مونم دست ما باز میشم امو خاله را دهات انا مرخم خانمای نیازمند هست کمک کنم خیلی عالیه ما هم به فعال نیک میگیریم دوستا عزیز شما هم حمایت کنین می ویدیو رو شیر کنین دیگه هر چقدر که می ویدیوها زیادتر دیده شود درآمد از ما بیشتر میشه باز به مو اندازه ما دست ما بازتر میشه میتونیم که برای آره دوستا ایر ما متوجه نمی دونیم که ما این می یوتیوب را فقط برای از ای که ما سات ما تیرشه یعنی سرگرمی پیدا کنیم این نیه ای رو ما این کار نمینیم ما یکی از هدف های ما در اینوی چینل درآمد هستم درآمد هدف کل یوتیوبر هستم هدف کل یوتیوبر هایی رو ما پنهان هم نمشم نمینیم که بگیم ما بخاطر درآمد این کار نمینیم دیگه اگر ما ویدیو های ما بیشتر دیده شوه و ما دنبال کننده های ما زیاد شوه ما درآمد ما بیشتر میشه وضعیت ما از یکی هستیم بیشتر و بیشتر شده ما آره دوست عزیز دیگه شما خواهش میکنیم که دیگه تا که میتونین این چیزا رو شیر بکنین این ویدیو ها را که ما حداقل یک درآمد داشته باشیم و از اون درآمد یک حداقلی که میتونیم برای بند خدای دیگه دست چرا بگیریم کمک کنیم برش خب دیگه دوست عزیز اینا رو نوبت نیت و فعال از ماست باش که ما هم یک نیت کنم نه خند نیت از ما خنده داره دوستان ما ارده زیر کنیم می خنده داره خبر دارم از او خطر خبر دارم ولی اگه خبر نیست نیت مردو شد خنده نیت بسید باشم خب زدتر نیت خب نکنیم من ذهن من مشغول نکنیم ذهن من مشغول نکنیم باش خب همی که ابروی شوخی تو دارد گفتن خب کم کستم اتا چی؟ هوشیار باش رقیبان میخواهند تو را خار کنن فهمدی؟ و از در الفت وارد شده ام و طرح محبت با تو خواهند ریخت فریب آنها را نخور
خودت گیری ها رو باز کن، از چیزی خجالت نکش، به سفر کوتاه می روی و در این سفر گشایشی در کارت می شود و تو به کام دل خود می رسی و در آن زمان بندگی خداوند را فراموش نکن. آفرین، خوبه دیگه فاطمه. فاطمه خیلی عالی بود دوست عزیز. خیلی خوب آمد فاطمه. نیاد از من می بود که به زودی چینل خیلی رشد می‌کنه. ما چون آل زندگی من چینل هستم باز خواستم دمیم ارتباط هم نیاد بکنم. دیگه به زودی گفتم که اگر مثلا رشد مونه و ما بسیار خبرهای خوب و خوش را از در مورد چینل خود تعریف بکنیم که فال خوب می اگر نم کنیم بعد می و فالش فوق العاده عالی است و مطمئنم که رشد مونه. من خب نیت کردم از من خوب نه فال خوب است. خوب است، خدا شکر. خب دوست عزیز اینی هم فال بود. اینال موریم در روی فال کتاب نبود به اون خاطر که دیوان حافظ بود. دیوان حافظ هم خود من پیدا کردیم در یک سختی، نه مرتضی سر زحمت کشیدیم نه مرضیه. دوستان ما خیلی زحمت کشیدیم که امیر توش کردیم. به هر صورت از این دفعه عزیز سر شروع کنیم. از کجا؟ فال از سر شروع کردیم، تاله را از سر شروع کنیم. خواسته در خواندی ندارم دو تاله. خواسته در خواندی ندارم. آره دوستای عزیز کس ما متولد 23 جوزای 1375. اینا علی یگان کس شاید بگه که تو بهش خصوت خود جوان گفتی. ما جوان است و مرا روزگار نمیتر کنم. فروردین میشه همه؟ آه. اردو بهشت سور؟ خرداد میشه جوزا نه؟ جوزا 23 جوزا نه؟ 23 جوزا باش که تبلیغات چیم خلاص شد. آلا چای سو بزی طرف چای سو که بز حالا ببین. خب من بخون برا میره امیر ما بخونم شما بردار صداهایش برزاد شده بلله های عزیز بخونین من درام چای شد. خب تاریخ تولد شما 1375 سی 23 شما نخون دیگه. خب نمیخونم میشه. شما به قدر در اجتماع خودتان محبوب هستید، در اجتماع خودتان محبوب هستید که می توانید فقط با صحبت و درخواست کردن همه کارهایتان را انجام دهید. ذهن تجاری خوبی دارید. از آن دست از افرادی هستید که یک لحظه تصمیم به انجام کاری می گیرند و همون موقع آن را انجام می دهند. اگر تجارتی را راه بیاندازید، در معاملات سهامی شراکت داشته باشید یا موسیقی کار کنید مشهور خواهید شد. یا خدا علی مرتضی کاش که کاش که موسیقی کار نکنه. شوخ طبعی و محبوبیتتان باعث می شود دوستها و خانواده برای درخواست کمک همیشه به شما مراجعه کنند و شما هم در واقع همون کسی هستید که همیشه از هیچ کمک مالی یا عاطفی دریغ نمیکنه. اینمی آخرش کلور است دوستان. مرتضی هیچ وقت ادامه شو باشه چی از لحاظ عاطفی چی از لحاظ مالی کمک مونه. آره ادامه شو بخونم مرزی؟ ادامه داره بخونم. شما بیشتر از یک رابطه عاطفی عمیق بخونم داره شما بیشتر از یک رابطه عاطفی عمیق را
تجربه خواهید کرد بیشتر از یک رابطه عاطفی. آره، اما وقت همسر آینده ایتان را پیدا کردید که پیدا کردن، مراقب باشید، چرا که به خوبی بر شما تسلط خواهد داشت. زنجلیل شما به خوبی با دیگران ارتباط برقرار میکنید، چرا که شماره 5 عدد میانی است. عاشق تنوع و آزادی و اهل تجربه کردن هستید و از تجربیاتتان همیشه درس میگیرید. نمفهم که راست هست بود، البته راست بود کلگیشی، چونی هم برار میاد که من خبر رو میبینم کلن راست بود. راست بود اما نکته که خود نباید کنم و دوستا چیزی جالبی دیگه اینجاست که ما مرزی اردیم و خردادی هستیم، گفته ایرانی ها اردیم و در جوازا به دنیا آمدیم. از 23 جوازا یا از من 10 جوازا دیگه. البته یک چند سال ریزه تر است که میشه بشچه سیه؟ 13-79 دیگه بشکچه که میشه خوشتیم رفتن. دیگه کم منده بوده که اینا 80 جوازا ولی 79 به دنیا آمده. خب، ماریم روی نتیجه. از تاله مرزیه رو من میخونم دوست عزیز. خب؟ بخونم. شما فردی باهوش، روگو، شوختب، لجباز، سرسخت، سختکوش، صادق، اهل رقابت، مهربان، عصبی، دوستانه، قدرتمند، با اقتدار و مشهور هستید. تبالی که مشهور نیه؟ هم مشهور. احتمالا میشه. دوست دارید همیشه پیش. شوی سال است، ما مجبور استیم دیگه که تو تخمک خورده و چای خورده و میوه خورده جایش مخالی ادامه داده بریم، ولی ویدیو طولانی میشه، زیادتر از این وقت شما رو نمیگیریم. امیدوار استیم که از این برنامه ما لذت برده باشین دیگه. تا برنامه دیگر ما شما رو به خداوند پاک میسپاریم. خدا نگهدار.